أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. این بخش از آیات هم متعرض حکم جهاد است هم متعرض حکم هجرت. جهاد را قبلا بیان فرمود و هجرت را الان ذکر میکند. در حال توفی انسان ملائکه را میبیند به دو برهانی که در بحث دیروز زیاد شد. یکی برهان داخلی بود که خود آیات توفی و سؤال و جواب نشون میدهد که انسان ملائکه را در هنگام قبض روح میبیند و یکی هم آیات خارجی بود. اون دلیل خارج که دلالت میکرد که انسانهای تبهکار ملائکه را میبینند در سوره واقعه فرقان بود. در سوره فرقان آیه 21 به 22 این بود که وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجزا محجورا. فرمود کافران رو همون استکبار ما دیگری که داشتن گفتن یا ملائکه بر ما نازل بشود و یا خدا را ببینیم. اینا خدا را قبول داشتن، یعنی ملحد نبودن، مشرک بودن. لذا در آیات زیادی آمده است که لئن سألتها من خلق السماوات والارض ليقولن الله. منتها تفکرشون تفکر مادی بود، همون حرفی را که اسرائیلی ها میگفتن لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن. اینها هم همون تفکر را داشتن که ما باید ملائکه را ببینیم یا خدا را ببینیم. و هر تقدیر ذات اقدس اله در جواب اینها مطلب را طرزی بیان کرد که به اونها تفهیم کرد خدا دیدنی نیست، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت، ولی ملائکه را میبینید. یوم یرون الملائکه منظور از این روز یا قیامت است که طبق آیاتی که در این سیاق هست شد همین را تأیید بکند. رهرن این از بحث خارج میشود، مربوط به حالت احتضار نیست. یا منظور اعم از قیامت به احتضار است، یعنی اینها ملائکه قبض ارواح را میبینند چه این که ملائکه عذاب را در قیامت هم میبینند، اونطوری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان احتمال داد. و برابر همون دو احتمال شیخ طوسی مرحوم فیض در تفسیر صافی احتمال داد. اگر روی این دو بیانی که مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارند یا مرحوم فیض در تفسیر صافی دارن، این یوم یرون الملائکه هم شامل روز قبض ارواح بشود هم شامل روز قیامت و داخل در محل بحث است. و اگر اونطوری که مرحوم امینالاسلام اون راه را طی کرده است که فرمود منظور از این روز روز قیامت است، قهرن خارج از بحث خواهد. نه، چون نفی نمی کند که اون سیاق را این چیز حصر بیاورد که روز قیامت هم میبینند. اینا یه روزیست که میبینند، دیگه الیوم نیست که تا معرفه ها یکی باشد یوم یرون الملائکه. لذا هم مرحوم شیخ طوسی دوتا احتمال دادن، هم مرحوم فیض در تفسیر صافی. ولی آیات دیگری هست که دلالت میکند بر اینکه فرشتگان بر انسانها نازل میشوند، همون طوری که برای کافرین نازل می شوند برای عذاب، برای مؤمنین هم نازل می شوند. منتها برای مؤمنین نازل می شوند جهت تبشیر، نظیر اون که در سوره فصلت آمده است.
آیه 30 سوره فصلت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، که این قضیه متيقنش در حالت احتضار است، البته غیر احتضار را هم شامل می شود. ملائکه بر مؤمنین نازل می شوند و بونها بشارت می دهند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه که الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. چنین که در سوره مبارکه انعام هم نحوه تعبیر طوری است که کافران و منافقان و تبهکاران بالاخره در حال مرگ دست به گریبان فرشتگان مرگ. آیه 93 سوره انعام این است که ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياتي تستكبرون. یعنی در هنگام قبض روح ملائکه دست فرو میبرند، دست ها را باز میکنند تا روح اینها را قبض بکنند، بعد بگویند شما به عذاب خاری گرفتارید، که البته این عذاب برزخی است که گرفتار حفرتون این حفر نیران خواهد بود. بنابراین به شاهد داخل و خارج، یعنی شاهد داخلی که در خود آیه مطرح است و شاهد خارجی که از آیات دیگر استفاده می شود، تبهکاران با ملائکه روبرو خواهند شد و ملائکه را می بینند. اون سیاقش این از حصر که نمی کند، این یوم نکره است. اگر الیوم بود معلوم شد که همه الیوم ها یکیست، اما وقتی یوم نکره باشد احتمال مرحوم شیخ طوسی و مرحوم فیض در صافی بجاست. اونها که جز اشراط و ساعه است، هنوز به قیامت نرسیده. یوم تشقق السما، چرا؟ برای اینکه قبل از قیامت را هم میگیره، یوم تشقق السما، هنوز قیامت نرسیده که. خب اگر یوم ها معرفه بود، این راهی که مرحوم امینالاسلام در مجمع تیکر تام بود، ولی چون این یوم ها نکره است، راهی که مرحوم شیخ طوسی در تبیان و مرحوم فیض در صافی طی کرده است، اونم راه خوبی است. بر تقدیر مطلب حق است، حالا یا از اون آیه استفاده بشود یا از آیات دیگر، تبهکاران در حال قبض روح ملائکه را میبینند، منتها با چهره عذاب میبینند. دلیل عقلی که البته تأیید میکنند، منتها دلیل عقلی امکان ثابت میکنند، اما وقوعش را باید آیات نقلی مشخص کنند. حالا یا ملائکه را میبیند یا انبیا را میبیند یا مأموران اونها را میبیند، بالاخره امکانش هست، وقوعش را نقل باید مشخص کند. نه دیگر، برای اینکه همه این یوم ها شامل قیامت میشود، شامل روز حالا قبضن میشود. از این نحوه تعذیبی که دارد توفی ملائکه باسطوا ایدیهم و امثال ذلک، این چنین است. مطلب بعدی آن است که گرچه اشرف سرزمین های روی زمین و اشرف بقعه ها مکه است و گاهی سفر به سوی مکه واجب است، البته از نظر روایات که مسئله روشن است که اینها در حال قبض ارواح میبینند، اما اثبات آیه این مهم است. نه، حقیقتی ایشون هستن که اونجا که مشکل ماده نیست، تا اینکه یک شی در آن واحد نتواند چند جا باشد که. خب مطلب بعدی آن است که اشرف بقاع زمین مکه است، برای اینکه کعبه در او قرار دارد و حرم خداست و هیچ سرزمینی به اندازه
منطقی که مسجد الحرام اشغال کرده است افضل نیست از در عبادت. و هجرت به سوی مکه هم برای مناسک حج و امثال اینها واجب است، ولی همین مکه که اشرف بقاع ارض است گاهی موندن در او حرام است و بیرون آمدن از او واجب. معلوم شد هیچ کدام از اینها اون شرافت ذاتی را ندارد. اگر در سوره بلد چنین سوگندی یاد فرمود که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، مشخص فرمود که اگر ما به این سرزمین سوگند یاد میکنیم به احترام وجود شماست که شما در این سرزمین حضور داری، و اگر شما در این سرزمین حضور نداشته باشید اینجا جای سوگند نیست، با سایر سرزمین ها یکسان است یا گاهی بدتر. لذا بر مسلمان ها واجب بود که از مکه هجرت کنند، حالا یا به طرف حبشه بروند یا به طرف مدینه بیایند. بعضی ها به هر دو هجرت موفق شدند، هم به مدینه مشرف شدند به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم، هم به حبشه مهاجرت کردند. یکیش جعفر بود که هاجر به هجرتک. خب پس همین مکه که رفتن به سوی او و موندن در او در یک ایامی واجب است، مثلا برای انجام مناسک، گاهی در همین سرزمین موندن حرام است و بیرون آمدن واجب. و این هم که فرمود لا هجرت بعد الفتح، یعنی اون هجرت به طرف مدینه نیست. و اگر یه وقتی هم بشود که باز کافر بر سرزمین مکه مسلط بشود، انسان نتواند اونجا مناسک دینش رو احیا کند، وظائف دینش رو انجام بدهد، باز همین کفر دارد. بله هجرتو قائمتون. تون بیان نورانی هست امی سلام الله علیه هست که مادامی که انسان بر روی زمین در یک منطقه باشد که نتواند احکام دینش رو اجرا بکند، هجرت واجب است. به همون دلیل که هجرت واجب است، رفتن به سرزمینی هم که نتواند احکام دینش رو اجرا بکند حرام است. حالا یا نتواند برای اینکه تحت فشار است، یا نتواند برای اینکه آزادی به معنای بیبند و باری زیاد است، او کم کم رها می شود. به هر تقدیر، به هر کدام از این دو تقدیر، رفتن به بلاد شرک در این دو صورت حرام است. اگر کسی بخواهد به سرزمین شرک سفر کند که نمی گذارند او احکام دینش انجام بدهد، خب این سفر حرام است. یا نه اونقدر میدان لهو و لعب باز است که او به نحو عادی مطمئن است که آلوده می شود. حالا جزم ریاضی که لازم نیست، همین اطمینانی که در سایر موارد حجت است، این مطمئن است وقتی به اون سرزمین برود آلوده می شود، خب رفتنش حرام است. پس سرزمین مقدس است که انسان بتواند در او خدا را عبادت کند. و اگر در یک سرزمینی روی یکی از این دو محذوف نتوانست به احکام دینش بپردازد، موندن در او یا رفتن به طرف او حرام است. این جریان هجرتی که محل بحث است، مورد نزولش درباره مکه است. البته مورد نزول مخصص نیست، غیر مکه هم شامل می شود، ولی به هر تقدیر درباره مکه آمده که ملائکه وقتی کافران را با اون وضع می بینند دیگر سوال نمی کنن که تو مسلمان بودی یا کافر بودی، نماز خوندی یا نخوندی، چون انسان مادامی که زنده است و در این دنیاست می تواند کتمان کند، معلوم نیست درون انسان چیه. ولی وقتی می میرد تقریبا تلیعه اون روزیست که توبل از سرائر، چون یه قیامت صغراییست. وقتی تلیعه اون روز است، بعضی از اون آثار اولیه کفر و ایمان مشخص میشه. لذا ملائکه سوال نمی کنن که آیا شما مؤمنید یا نه. این که فرمود ازا اتا کل ملکان مقربان فسألاکه از کذا و کذا، این مال افراد عادی است که هنوز اون باطن آلوده نشد. اما اگر کسی خدای ناکرده باطنش آلوده شد، این به مجرد مرگ رسواست. لذا ملائکه سوال نمی کنن که خدای تو چیست، سوال نمی کنن تو مسلمانی یا کافری، چون او به عنوان یک بیان الغیب وارد برزخ می شود. مثل انسان سوخته آلوده وقتی وارد شد، دیگه شما سوال نمی کنید که آیا آلوده اید یا نه،
میخواد دوش بگیرید یا نه، چون پیداست آلوده است، تمام بدنش سیاه و سوخته است. شما سوال نمی کنید آیا دوش میخواهید یا نه، سوال میکنید چرا اینجوری. ملائکه از اونها سوال نمی کنن شما مسلمانید یا کافر، میگن چرا اینجوری. تمام اولین سوال فرشته ها این است، فیما کنتم، کجا بودید، چرا اینجوری. اونها هم میگن که نذاشتن ما مسلمان باشیم. این سوال هم جواب. بعد ملائکه یک سوالی میکنن، اونا میمونن. خب قالو این ارض الله واسعه، علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، اینا میمونن. اینا جوابی ندارن، اگه جوابی میداشتن خدا نعقل میکرد، این دیگه جوابی ندارن. خب پس بس این کافران در تلیعه برزخ پوریست که مشخص است اینا بین الغیان. لذا سوال از ایمان و کفر شروع نمی شود. سوال نمی شود که شما مؤمنید یا کافر، قبول دارید یا نه. سوال می شود که چرا قبول نکردی. سوال از اون مرحله بعد است. مثل انسانی که وارد شده، انسان نمی داند او گرسنه است یا نه، میگه قضا میل دارد یا نه. اما وقتی از عهد گرسنگی می لرزد، خب شما سوال می کنید چی میل دارید. سوال نمی کنید قضا میل دارید یا نه. این قضا میل دارید یا نه، ماره کسی که شما ندارید و گرسنه سیاسی. اما وقتی آثار گرسنگی مایه لرزش بدن اوست برای شما روشن شد، سوال میتونه چی میل دارید. سوال جوابای قبرم این چنینه. در باره اینها که آدم های سیاه صورت و رو سیاه هن، سوال این نیست که شما مؤمنید یا کافر، خدا این کیست. سوال در این است که چرا خدا را قبول نکردید. اونا جواب بدن که نگذاشتن ما قبول بکنیم. خب سوال بعدی این است که میخواستی از اونجا هجرت کنید به جای دیگری که مانعی در کار نباشه. نه چرا؟ چرا؟ اینها تشخیص دادن که حق با کیست اما نپذیرفتن. چرا نپذیرفتن؟ برای اینکه مشکی شأن نزول هم مخصص نیست، این هم شامل کافرین می شود هم شامل افراد فاسق. مورد یقینان می گیرد بله، اما مخصوص مورد نیست. اگر کسی مسلمان بود و هیچ کاری نکرد، ذات اقدس اله می فرماید به این که در قیامت دو گروه سود نمی برند. یک گروه که ما آمند یومی لا تنفع و نفسن لم ایمانها که لم تکن آمند، یک او کسبت فی ایمانها خیرا. این او کسبت عطف بر منفی است، یعنی ما کسبت فی ایمانها خیرا. اون درباره خلود کارساز هست، نه درباره اصل تعذیه برزخ. تا برسد به خلود خیلی فاصله هست. بل الان یه سخن از خلود نیست، سخن از اصل عذاب است. در اینجا فهمید که ساعت مأواهم، اگر مورد نزول این است که خدا وعده جهنم داد دیگه، وعید جهنم داد، منتظر سخن از خلود نیست. مأواهم جهنم و ساعت مسیر، در باره همین هاست دیگر که مورد نزولش است. خب ما لکم من ولایت همینشه، حق ولایت ندارید. بله اون حق الذین آمنوا و لم یهاجروا، نه هر کسی که لم یهاجر آمن هست. اون به عکس نیست، اون دارد که اونها که مؤمن بودن، چون آیات قبلی مسئله هجرت را سبب ارث قرار داد که مهاجرین اولیا یکدیگر هست. بعد مسئله آیه سوره احزاب که آمد از اولو الارحام بعضهم اولا بعضین، این آیه اواخر سوره انفال دیگه حکمش سفری شد که فرمود الذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شی، دیگه اونها اولیای شما نیستن که ارث ببرن. اینا کسانی هستند که مؤمنند و مهاجر نیستن، مثل خود عباس که ابن عباس میگه ما مستضعف بودیم، و آیه بعدم اینا رو استثناء میکنه. اما اون کسی که لم یهاجر، حالا یا لعنه لم یؤمن یا لعنه آمنه و لم یهاجر، به هر تقدیر اون که لم یؤمن گرفتار خلود می شود، اون که ایمان آورد ولی نتوانست هیچ کار رو انجام بدهد به سوی اختیار خود در مکه مون، او گرفتار عذاب غیر مخلد است. خب اگر کسی
اون که منافق هم یعلم لما فی قلوبهم، اگر کسی با پیغمبر می جنگد که نه، اگر کسی اون دیگه مربوط به خود رسول خداست، وگرنه کسی که با پیغمبر می جنگد کافر است دیگه، که مؤمن نیست، مجبور شدن کافر باشن این که نمیشه که. مجبور شدن که با پیغمبر بجنگن این که نیست، معلوم بشد که ایمان نداشت. باشن دیگر، چون لا تقیه فی الکفر، چون اصلا تقیه میکند برای اینکه دینش محفوظ باشد، اون تقیه بکند که با پیغمبر بجنگد این که نیست. خب بنابراین این که فرمود هجرت بکنید برای آن است که انسان یا هم اصل ایمان را حفظ بکند هم عمل به ایمان را. در اون آیه فرمود به این که روز قیامت دو گروه بی بهرن، یک گروه که لم تکن آمنت، گروه دیگر او کسبت فی ایمانها خیرا، که این کسبت عطف بر منفی است، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، اصل ایمان را آوردن ولی عمل صالح را انجام ندادن. صرف ایمان گرچه انسان را از خلود می رهاند ولی از اصل عذاب نجات نمی دهد. بنابراین مادامی که انسان نتواند به احکام دینش پابند باشد، یه همچه سفری می شود حرام. چون که نشستن در یک مجلسی که انسان خواه و ناخواه به حرام آلوده می شود حرام است، رفتن به جایی که می داند آلوده خواهد شد حرام است. اینه یه حکم مشترک فقهی دارد. در این کریمه فرمود ارم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها، یعنی همه جا ارض الله هست دیگه، منها و الیها نیست، شما در ارض خدا دارید حرکت میکنید. در موارد دیگر هم فرمود ان ارضی واسعتن فتهاجروا فیها، سرزمین خدا وسیع است، جای اختصاصی به گروه مخصوص ندارد. خب اون کمال ایمان را نداشت. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، جایگاه اینها جهنم است. اینا بد چیز، جهنم بد سیرورتی است و اینها یک حالت بد شدنی در میان که سیرورتشون به طرف جهنم است، نه سیرشون به طرف جهنم، نه انسان را میبرن جهنم، انسان تسیر و جهنم. اگر گفتن تسیر و الانار فین تتحول و الانار. حالا اگر ما یک دلیل نقلی داشتیم، یک دلیل عقلی معتبر داشتیم که این گونه از سیرورت ها به معنای سیر است، خب البته برخلاف ظاهر هم میشود. اما اگر دلیل عقلی و نقلی معتبر همین سیرورت را تعیین میکند، معلوم میشود انسان به جای دیگر دارد به حالت شدن در میاد، انسان جهنم میشود. اینجور است خلاصه. و جهنم را میآورند، این که در سوره مبارکه فجر و جی یوم اذن به جهنم، جهنم آورده شد. ما یه سلسله از برداشت های ما این است که جهنم یه جایی است کافران را به اونجا میبره، این حق است، از این عقیده هرگز دست بر نداریم، چون خیلی از مطالب عمیق است که اینها به درجات معرفت برمیگردد و هر درجه برتری درجه پایینتر را نگه می‌دارد. این چه نیست که انسان به اون درجه بالاتر رسید درجه پایینتر را محو بکند. درجات ایمان، درجات معارف، خصوصیتشون اینه که اون بالایی پایینی را نگه می‌دارد، نه پایینی را محو بکند. این حق است، این رو هرگز از دست ندید. اما یه مطلب دیگری که حق است اون را هم باید به دست آورد. اونی که حق است و نباید او را از دست داده است که جهنم است و یه جایی است و کافران را اونجا میبرند و منافقان را اونجا میبرند و معاذ الله اگر ما هم آلوده بودیم اونجا میبرند. این مطلب حق است، هرگز این رو از دست ندید. از این دقیق تر هم هست که باید او را به دست آورد. و این است که بسیاری از آیات ظاهرش سیرورت است که انسان به سمت جهنم مسیر اوست. در بخشی از آیات کلمه اله هم ندارد که ما اونجا دلیل معتبری هم داشته باشیم که اله محذوف است. این تو قسمت های مؤمنین هم هست البته. خب
خب جهنم بد مسیری است، یعنی بد سیرورتی است. کی جهنم میشود؟ کی متحول میشود به صورت جهنم؟ کی در میاد؟ تو اول همین سوره مبارکه نساء ملاحظه فرمودید که اونها که دارن حرام میخورن، اینها تو شکمشون آتش میخورن. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اون سی اصلونه، حالا اون سین تحقیق است یا تصفیف، یه جمله جدای دیگه است. اما انما یعکلونه یعنی این چه نیست که الان که مال حرام میخورن در قیامت آتش میخورن، این طور نیست. ظاهرش این است که اینایی که حرام میخورن الان در آتش میخورن دیگه. اینی که بعضی از بزرگان گفتن ما مشاهده کردیم افرادی که حرف میزنن آتش از دهنشون در میاد، ما نمیتونیم اینا رو تکذیب بکنیم که اینا خلاف گفتن، چون شواهد قرآنی اینها را هم تأیید میکنن. خصوصیات درجات ایمانی این است که اون بالایی پایینی رو حفظ میکنن و یه مطلب دقیق تری را نگه میدارد، نه اینکه پایینی رو ابطال بکنن. وگرنه اون طوری که انبیا و اولیاء علیهم السلام از بهشت و جهنم درکی داشتن ماها نداشتیم، اون طوری که تحصیل کرده ها درکی دارن تحصیل نکرده ها درکی ندارن، و معصومی علیهم السلام همه را به عنوان مسلمان و مؤمن و انشاءالله اهل بهشت معرفی کردن. این معلوم شود که درجات ایمان مربوط به درجات معارف است، و این لطائف را که حالا شما درک میکنید هرگز توده مردم درک نمیکنن. اونا سیرورت رو همون سیر میدونن. خب جهنم بعد مسیری است، نه با سین، بعد راهی است، نه این چی نیست، بعد سیرورتی است. انسان بد میشود، به یه حالت بدی در میآید. خب در این فضا یک گروه خاصی را هم استثناء کردن، فبودن الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. اول این استثناء و آخر اون استثناء معیار کلی را نشون میدهد، وسط استثناء مثال را ذکر میکند. معیار کلی استثناء همون استضعاف است. در پایان این آیه استضعاف را تحلیل میکند. اون کسی که واقعا مقدورش نیست که خودش نجات بده، نه میتواند حیله‌ای بکند که بین خود به دشمن یه حائلی ایجاد بکند تا اینکه از شر دشمن برهد، نه راه دیگری دارد. مثل کسی که تنها یک راه دارد برای نجات، اون راه را هم رهزن بسته است. این شخص لا یستطیع حیلتن ولا یهتدی سبیلا، نه راه دیگر است و نه توان حیلوله دارد. راه هجرت را مشرکین بستن. خب در این آیه اولش تبود معیار استضعاف است، پایانش هم این استضعاف را خوب تحلیل کرده، در وسط سه نمونه ذکر کرده که در حقیقت دو نمونهش به یک امر برمیگردد، نمونه سوم به امر دیگر. رجال و نساء منظور زن و مرد نیست، برای این که در پایان فرمود لایستتی اون حیلتن، منظور زنان پیر و مردان کهنسال است. اینها برای عجزشون مستثنا هستند. اما نوجوانها، اینها قدرت دارن ولی بالغ نیستن. پس یا برای نداشتن قدرت یا برای نبودن بلوغ اینا مکلف به هجرت نیستن. ولی دیگران که بالغ و مکلفن باید نسبت به این کسانی که مستضعف از هجرتن به حمایت برخیزن، جهاد کنن. لذا در آیات قبلی همین سوره مبارکه نساء خوندیم که شما نسبت به کسانی که مستضعفند و توان فرار و نجات ندارن موظف به جهادی. پس اگر این گروه مستثنا شدن، گروه دیگر باید دست به کار بکنن. این گروه یا برای اینکه قدرت ندارن یا برای اینکه بلوغ ندارن مکلف نیستن. ولی شما نه تنها موظفید که درباره اون مردان و زنان کهنسال جهاد کنید، بلکه مأمورید در راه حفظ نوجوانها هم جهاد کنید. نگید این نوجوان است و فعلا بالغ نیست. جهاد برای حفظ نسل نو ولو بالغ نیستن واجب است. برای اینکه این رو اگه شما امروز در نیابید، فردا که مسلمان نخواهد بود. حالا ما یتوقف علیه الواجب
شرعن اگر واجب نباشد عقلن که واجب است. معنای وجوب عقلی هم وجوب شرعی است، یعنی در قیامت آدم را به جهنم میبرن، چون عقل حجت من حجج الله. لازم است که شارع بفرماید از خارج، شارع از داخل میگوید دیگه ان لله علی الناس حجتین دیگه. حالا گاهی شارع همین فتوای عقل را تأیید میکند به صورت یک ظاهر روایی، گاهی ظاهر روایی به دست ما نمیرسد. اگر چیزی را عقل فهمید است، خدا در قیامت با همین عقل احتجاج میکند به جهنم میبرد دیگر. حالا اگر یه نوجوانی به این حد رسید، مسائل خوب برای او حل شد، که این اگر یک ماه بعد مثلا امسال که 2 ماه مونده که 15 سالش تمام بشود تا به حد بلوغ شرعی برسد، حالا اگر خودش نجاست ندهد بعد از 2 ماه 15 سالش تمام شد، قادر نیست به تحصیل معارف دینی، خب بر او واجب است دیگه، عقلا واجب است نه شرعا. شرعا بر اساس رفع القلم و عن السبیل حتی یهتلمی تکلیفی ندارد، یعنی لسان شرع قاصر است. اگر نگفتیم از این حد منصرف است، ولی دلیل عقلی که میگیرد، دلیل عقلی همکنون میگوید تو 2 ماه بعد که یعنی 15 سال تمام میشود تکلیف شرعی متوجه تو میشود، اون بعد از 2 ماه که نمیتوانی هجرت کنی، که الان باید هجرت کنی. شما بعد از 2 ماه که مکلف شدی میخواد نماز بخوانی، از کجا بلدی؟ الان باید بری حضور پیغمبر در مدینه یاد بگیری. این را عقل میگوید. و اگر کسی برابر فتوای عقل مسافرت نکرد، وقتی 15 سالش تمام شد، از روز 16 سالگی شروع به هجرت کرد، یه چند روزی بی نماز بود، در قیامت معذب است، چون خود عقل حجت من حجج الله. خب پس بنابراین از این طرف فرمود مردان کهنسال، زنان فرتوت برای اینکه عاجزن، نوجوانها برای اینکه بالغ نیستن، اینا هجرت برشون واجب نیست، اما بر شما جهاد واجب است تا اینها را نجات بدید. خب البته اینا مثال است دیگر، تمثیل است نه تعیین. معیار کلیش در صدر آیه بیان شده به عنوان مستضعف، و در ذیل آیه هم بیان شده است به عنوان لا یهتدون سبیلا دیگر. در همین سوره مبارکه نساء قبلا خوندیم آیه 75، همون و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء بالدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خب پس اگر بر این 3 گروه هجرت واجب نشود، این چه نیستی دیگران هم قلم تکلیف از اینها وضع شد، برای اینها نوضع نشد و از اینها رب شد. فرمود بر شما جهاد واجب است، گرچه بر اونها هجرت واجب نیست. بر شما واجب است که تا مستضعفین را نجات بدید. معیار استضعاف هم الذین لا یهتدون سبیلا، لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا. حالا معلوم می شود که قیام یک عده برای حفظ نسل نو می شود واجب شرعی. حالا اگر ما امروز گفتیم این نوجوان نابالغ است، او رو بگذارید آزاد بگردد، خب مگر هینه که مکلف شد 15 سالش تمام شد، اولین ساعت 16 سالگی است، همه احکام رو یک جا یاد میگیرد؟ با اینکه به بسیاری از احکام در همون اولین لحظه که به 16 سالگی رسید تکلیف واجب است. خب این چنین نیست که بر علما تعلیم نسل نو واجب نباشد، یا بر پدر و مادر تعلیم و تربیت نسل نو واجب نباشد. اینا حتما اختصاص دارد به جهاد، که جهاد موضوعیت دارد، یا جهاد لتکون کلمت الله العلیاست. جهاد برای این است که اینها از سرزمین کفر به در آیند و به سرزمین اسلام آشنا بشوند، و منظور از آمدن به سرزمین اسلام هم که موضوعیت ندارد که بیان در سرزمین اسلام، نظیر وقوف در عرفات باشد که خود وقوف یه واجب تعبدی باشد، این چنین که نیست که. منظور آن است که اینها بیان که احکام الهی رو یاد بگیرند دیگر. خب پس روح این قضیه جهاد برمیگردد به تخلیص مستضعفین تا بیان هجرت کنند و عالم بشوند. پس روح قضیه به یعلمهم الکتاب و الحکمه برمیگردد.
از اینجا معلوم می شود که هم هجرت فکری نسل نو لازم است، هم تعلیم و تربیت نسل نو واجب است. حالا اون زنان و مردان که بالغن و مکلفن تکلیفشون روشن است، اما نسل نو را هم نمی شود رها کرد. تحصله که هجرت از اون سو واجب است، مگر اینکه معذور باشن، ولی برای رفع عجز اونها جهاد بر مؤمنین قادر واجب است. الحمدلله رب العالمین.